نیازده اولترا شیامی یکی از خفنترین خواسترین و بهترین گوشی های انرویدی 2021 دوست داشتنی من مهدی شجری خیلی خوش اومدید به ویدیو دیگه بررسی پرچمدار شیامی تو سال 2021 میازده اولترا قراره که تکلیف گوشی های پرچمدار اندرویدی توی این ویدیو کامل مشخص بشه اگه قصد خرید گوشی پرچمدار دارید ویدیو رو تا آخر ببینید همین الان ویدیو رو لایک کنید خیلی از شما وقت نمیگیره ولی امید و انگیزه زیادیه برای ما توی کامنت ها هم بنویسید که اگر بخواید گوشی پرچمدار بخرید مثبت سی میلیون تومن سامسونگ انتخابتونه یا شیامی یا اصلا کلا دو دنیای آیفونا بریم سراغ طراحی جایی که این گوشی خاصه، اولین گوشی بود که پنل پشتیش یعنی دوربینش اینجوری کامل کل پنل رو گرفته پشت گوشی شیشه نیست سرامیکه سرامیک یه مقدار مقاومتش از شیشه بهتره بیشتره از طرفی جای اثر انگشت فوق زیاد روش میمونه ولی راحت از شیشه پاک میشه پکیج دوربین یه پکیج قلمبه بزرگ تو چشمه که سه تا لنز رو تو خودش جا داده به همراه یه نوشته 120x یه دونه فلش و یه دونه نمایشگر کوچیک این بغل هست دور تا دور گوشی آلمینیوم زیر گوشی درگاه تایپ سی خشاب سیم کارت میکروفون و اسپیکر خشاب سیم کارت دو تا سیم کارت فقط توش جا میشه خبری از پشتیبانی از اس کارت و مموری کارت نیست لبه سمت راست گوشی دکمه پاور و کم و زیاد کردن صداست بالای گوشی آیار بلستر یه اسپیکر یه میکروفون دیگه است بالای گوشی یه پنل شیشه ای طور هم داره اون بالا هم هک شده هارمن کاردون که اشاره به سیستم صوتی و اسپیکر این گوشی داره و لبه سمت چپ گوشی هم خبری از چیز خاصی نیست کویره بریم سراغ پنل جلوی جایی که یه نمایشگر رو میبینیم که 91 و 4 دهم درصد پنل رو به خودش اختصاص داده فوق کم حاشیه دوربین سلفی توی پانچولون بالا سمت چپ اسپیکر و مکالمه هم خیلی ریز بالای پنل اصلا دیده میشه که بهتره بگیم که دیده نمیشه این گوشی گواهی IP68 هم داره که ضد آب و ضد گرد و غبار و این داستان هاست در مورد IP آ... و گواهی های ضد آب و ضد گرد و غبار قبلا ویدیو ساختم میتونید ببینید خیلی خوب اگه بخوام یه جنبندی بکنم راجع به کل پکیج طراحیش میتونم بگم که یه گوشی پرچم داره که تو گوشی های پرچم دار معمولا اینجور طراحی های یوقوره سنگین مرسوم آیفون 13 پرو مکس 240 گرمه آیفون 12 پرو مکس همون 240 گرمه 230 گرمه این گوشی هم 234 گرمه S21 Ultra 228 گرمه گوشی گوشی سنگینی خیلی خوش دست نیست این تیکه بالای گوشی یه مقدار وزنش بیشتره به خاطر این پکیج دوربینه ولی درست هندل شده خیلی اذیت کننده نیست یه خوبی دیگه هم که داره اینه که چون کل پکیج پشتش و بیرون زدگی دوربین بی در بر گرفته وقتی میذارید رو میز لغ نمیخوره یه ذره زاویه میگیره که راحتتر میتونید بهش نگاه بکنید مجموعا طراحی خوش کیفیت خوش ساخت و خوبی داره و به نسبت بقیه پرچم داره هم نمیشه گفت دیگه این خیلی بد دسته ولی اون تیکه بالایی یه مقدار سنگینی داره که اگر مثلا خیلی عادت ندارید که گوشیه سنگین بگیرید به خاطر اون تعادل وزنی که اون بالای ذره بیشتره شاید تو استفاده های بلند مدت یه مقدار هم اذیتتون بکنه بریم سراغ بخش و بعدی بخش صفحه نمایش جایی که یه پنل امولد داریم QHD پلاس پشتیبانی از دالبی ویژن 120 هرتز و یک میلیارد رنگ بهترین نمایشگریه که میتونه توی گوشه پرچمدار باشه واقعا خوب روشنایی فوقلاده خوبی داره و از نظر کیفیت میشه گفتش که از S21 Ultra هم حتی بعضا بهتره به خاطر روشنایی بیشترش شما وقتی در کنار S21 اولترا این گوشی رو میذاری برایدنسش و روشناییش رو تا آخر میبری بالا متوجه میشی که روشنایی این گوشی بیشتره عمق رنگ مشکی فوقلاده زیاد قلزت رنگ کنتراست از اون طرف رزولوشن پکیجش واقعا نمایشگر خوبیه که به نسبت اسپیس 22 اولترا حتی هاشی کمتری هم داره و میشه گفتش که نمایشگر بهتریه یه مقدار خیلی کم رقابت پایا پایه ولی واقعا تو بخش صفحه نمایش این گوشی شما رو به وجد میاره خیلی خوبه مدای مختلف رنگی سرعتی فنی اینا چیه؟ سرعتی رو که شما میتونی بین مود 120 هرتز و 60 هرتز و 90 هرتز سویچ بکنی و آداپتیو هم هست یعنی بسته به کاری که میکنی سرعتش بالا پایین میشه از اون طرف مودای رنگی مختلف داره که شما میتونید مدل اون جنس رنگی که دوست دارید رو ست بکنید که نگاه کردن به نمایشگر براتون جذاب تر بشه یه قابلیت فنی باحال هم داره به اسم آنتی فلیکر مود که وقتی شما فلیکر رو این آنتی فلیکر رو روشن میکنی فیلیکری که رو صفحه نمایش هست بعضا از بین میره اگر که مثلا میخواید ازش ویدیو بگیرید خیلی کارتون راحت تر میشه ولی تو نگاه کردن به گوشی هم توی نور کم میتونه بهتون کمک بکنه که تجربه خوبی داشته باشید پکیج صفحه نمایش واقعا خوبه توی این گوشی بغل پکیج دوربیناش یه نمایشگر هست که الان نوشتم پرچم موبکس بالاست خونده میشه و شما یه نمایشگر دارید واسه یه میبند پنج همون نمایشگر اومده پشت این گوشی فوقلاده کاربردیه با اینکه که خیلی میگن کاربردی نیست شما اولا که وقتی گوشی و برعکس میذاری رو میز اینجا میتونی نوتیفیکیشن ببینی میتونی مثلا تنظیماتی که هست رو از همینجا انجام بدی کنترل سنتر رو اینجا بهش دسترسی داری از طرف دیگه خفنیش توی تصویربرداری و دوربینه که جلوتر بهش میرسیم بخش صفحه نمایش هم جنبندی بکنم واقعا خفنه هیچ حرفی توش نیست حداقل تو این مدتی که اینجا بود من حرفی توش پیدا نکردم بخش بعدی بخش باتری جایی که باتری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت می‌بینیم لیتیوم پلیمر باتری از یه آداپتور 67 وات هم پشتیبانی میکنه شارژش که اینجا جعبه‌ای که اومد واسه بررسی هیچ آداپتوری توش نبود ولی خوشبختانه من یه آداپتور 66 وات از هواوی داشتم با اون میتونستم شارژش بکنم یه یه وات شما در نظر بگیر که کمتر از نظر شارژدهی و عملکرد دووم باتریش میتونم بگم که یه روز کامل رو تو توی استفاده های معمولی میتونه جواب بده اگر باهاش زیاد بازی بکنید زیاد فیلم برداری بکنید که از گوشی پرچمدار جزین انتظاری نمیره میشه گفتش که صبح که مثلا از ساعت 8 باش استارت بزنید یه 6 7 ساعت میتونه براتون اسکرین تایم نان بده که کار بکنید معمولا صبح تا شب و جوابتون میگیره هر یک ساعت بازی کردن کال اف دیوتی حدود 17 18 درصد شارژشو کم میکنه نیم ساعت تو اپلیکیشن دوربینش باشید حدود 12 13 درصد شارژشو کم میکنه که اگر استفادهتون زیاد باشه به یه روز کامل قطعا نمیرسه ولی استفاده معمولی رو به زیاد یه روز کامل شارژدهی رو میده آداپتور فست شارژ 67 واتیش که من با 66 وات تستش کردم تقریبا میشه گفتش که تو 40 دقیقه فول شارژ میکنه این گوشی رو و عملکرد شارژ شدنش هم خوبه و نکته اینجاست که شما وقتی شارژش میکنید خیلی داغ میشه یعنی موقع شارژ شدن قشنگ داغ میشه گوشی که یکی از نقاط ضعفشه ولی خب خوبیش اینه که زود شارژ میشه دیگه یعنی شما تو 40 دقیقه گوشی رو فول شارژ از 0 دارید تا 50 درصدش توی مثلا 12 13 دقیقه شارژ میشه ولی توی فرایند شارژ شدن این گوشی داغ میشه که یه مقدار شاید توی مثلا عملکرد بلند مدت و عمر مفید باتری اثرگذار باشه اما اگه بخوام این گوشی رو با روغباش از نظر باتری مقایسه بکنم به نظر من این گوشی نسبت به آیفون 12 پرو مکس بهتره نسبت به S21 اولترا هم بهتره قطعا بهتره البته که S21 اولترا تو استفاده بلند مدت به من ثابت شد که باتری خوبی نداره ولی این گوشی توی این مقطعی که اینجا بود عملکردش واقعا بهتر از, از اس 21 اولترا بود از از 13 مکس خ... یعنی اگر بخوای با 13 پرو مکس مقایسه بکنی که مقایسه عادلانه ای نیست میتونم بگم که باتری 13 پرو مکس از این گوشی یه مقداری بهتره بریم سراغ امنیت جایی که یه حسگر اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر میبینیم عملکردش واقعا خوبه یعنی شما میتونی ازش توقع داشته باشی که خیلی سریع گوشی رو باز بکنه اما بدون لگ و باگ نیست یعنی بعضا پیش میاد که انگشتتون رو یه مقدار باید نگه دارید روش خیلی حسه اون اسپیسوی که اولترا اولترا سونیکو نمیره ولی این هم کار را میدازه. یعنی خیلی اذیت کننده نیست سیستم تشخیص چهره دو هم واقعا خوبه پکیج جمعیتش خوبه عالیه همینه بریم سراغ بخش اصلی بخش دوربین جایی که این گوشی موقع ارزش بزرگترین سنسور دوربین های گوشی رو مال خودش کرده بود یه سنسوری که 89 صدم اینچه یعنی نزدیک به یک اینچه یک اینچ دیگه میشه یه سنسور دوربینی که شما مثلا به صورت حرفه ای میخوای استفاده بکنی این بزرگ بودن سنسور دوربینش چند تا چیز رو شامل میشه که الان بهتون میگم اول در مورد کیفیت عکس های 50 سنسور 50 مگاپیکسلی اصلی بخوام صحبت بکنم واقعا خوبه دیتیل رو به خوبی نشون میده رنگ ها رو به خوبی و طبیعی نشون میده شارپنس فوق العاده خوبی داره که رنگ ها توش تغییر نمیکنه ما اس 21 اولترا رو داریم که شارپنس خوب داره ولی رنگ هاش یه مقدار اگزاجره میشه یه مقدار اغراق رنگی توی عکساش اضافه میشه اما این گوشی شارپنس بهتری رو به ما میده در حالی که رنگ رو هم دستکاری نمیکنه یعنی اگر ادیت نرم افزاری هم روش میخوره برای افزایش و بهبود شارپنس خیلی خوب و استاندارد میخوره و میشه گفتش که کیفیت عکسایی که ثبت میکنید واقعا خوبه یه نکته ای داره سنسور بزرگ شاید باعث بشه که نور بیشتری به لنز جذب بشه و شما بتونی عکس با دیتیل و شارپنس و نوردهی بهتری ثبت بکنی اما مشکلش فوکسه شما موقع فوکس کشیدن روی سوژه های مثلا کوچیک وقتی که بخوای از یه جسمی عکس بگیری به خاطر سایز بزرگ سنسورش باعث میشه که فقط یه تیکه از اون سوژت فوکس باشه و این میتونه اذیت بکنه اگر که میخواید از اجسام عکاسی بکنید مثلا اگر یه دونه جعبه گوشی رو بذاری به صورت مثلا 45 درجه و بخوای کل این جعبه رو بگیری روی یه لبه باریکش فوکس میکنه و پشت جعبه با اینکه اختلاف خیلی زیادی هم نداره مثلا 10 سانت عقب بلر میشه این خوبیش اینه که شما اگر بخواید مثلا یه عکسی از یه سوژه بگیرید پشتش خیلی جذاب بلر میشه در حالی که پورتره هم ازش نمیگیرید ولی اگر بخواید یه عکس دقیق از یه سوژه بگیرید به خاطر لبه نازک فوکس یه مقدار اذیتتون میکنه این یکی از ایراداتی بود که البته نمیشه بهش گفت ایراد اما چون اون تیغه فوکسش خیلی باریکه لبه خیلی باریکی و میتونه فوکس کنه شاید یه مقدار توی عکاسی از اجسام به مشکل بخورید یکی دیگه از جاهایی که این سنسور بزرگ این دفعه خوب عمل میکنه عکاسی تو حالت شبه سنسور بزرگ نور بیشتری رو میتونه جذب کنه و این باعث میشه که کمترین میزان نویز رو تو عکاسی شب بتونید با این گوشی تجربه کنید واقعا عکاسی شبش خیلی خوبه رنگ ها رو به هم نمیریزه نویز ها میاد پایین شارپنس خیلی خوبه نور فوق طبیعی هم توی عکس میتونه ثبت بکنه تو حالت شب که یکی از بهترین ها واسه عکاسی تو حالت شبه بریم سراغ سنسور اولترا واید که موقع عرضه این گوشی بزرگترین میدان پوشش رو داشته 128 درجه میتونه ثبت بکنه که واید ترین دوربینیه که روی گوشی های موبایل تا زمان عرضه این گوشی اومده بود و فوق خوبه از نظر کیفیت واسه یه گوشی پرچم دار دقیقا مثل اس 22 که مثل آیفون 13 پرو مکس افت کیفیت آنچنانی نداره افت کیفیت طبیعتا داره یه سنسور 48 مگاپیکسلیه که افت میکنه ولی شما واقعا اون FOV که داره فیلد اف ویوی که بهتون میده واقعا حس خفنیه یعنی شما میتونی کامل از اجسام اولترا واید تصویر بگیری چره خیلی اولترا واید خوبی داره یه موردی که داره اینه که به خاطر این عریض بودن بیش از حدش بغلای تصویرتون اوجاج رو خواهید دید ولی اگر مثلا یک کراپ ریز بکنید واقعا میتونید عکس اولترا واید فوق العاده ای هم باش ثبت کنید بریم سراغ دوربین 48 مگاپیکسلی تلفوتوی این گوشی که زمان عرضه خودش بیشترین میزان زوم هم داشته 120 برابر میتونه زوم بکنه که 5 برابرش فقط اپتیکاله اگر که بخوام در مورد دوربین تلفوتوش صحبت بکنم میتونم بگم که اینجا به S21 اولترا شاید ببازه کیفیت اکس های اولترا واید روی حالت پنج برابری اپتیکال واقعا خوبه ده برابری واقعا خوبه شما تا شست برابر هم خیلی خوب میتونید عکس ثبت بکنید خیلی خوب که میگم توقع مثلا سنسور اصلی نداشته باشید یعنی رقابتش با S21 اولترا پایا پایه ولی وقتی میره رو صد یه مقدار نویز ها بیشتر میشه شما همچنان میتونید اجزای تشکیل دهنده اون چیزی که صد برابر توش زوم کردید رو ببینید ولی به نظر من اون 120 دیگه فانتزیه یعنی شما تا 60 میتونید زوم خوب بکنی عکس خوب ثبت بکنی ولی دیگه از 60 به بعدش دیگه فانتزیه که همین بوده یعنی اصلا فانتزی دیگه کاریش نمیشه کرد توقع نداشته باشید که بتونید رو حالت 100 برابری و 120 برابری عکس ثبت بکنید مگر اینکه مثلا ماشینتون رو دوز زده باشه شما بیای تو بالکن خونه ببینی که سر کوچه ماشین رو بردن نه ماشین تو دوز ببری که پلاکش رو حفظی میتونی بای بای کنی باش مثلا یه دزدی با ماشینش اومده باشه خونه رو برده باشی. مثلا دوز... منظور این که مثلا اجزای یه چیز دورتر رو میتونی ببینی میتونی به عنوان تلسکوپ ازش استفاده بکنی یه سری چیزا رو ببینی ولی نمیتونی ثبتشون بکنی خیلی خوش کیفیت اینم از این در مورد پکیج دوربینش میتونم بگم که توالت عکاسی واقعا بهترینه اگر بهترین نباشه جزو بهترین هست. شما واقعا اکسای خفنی میتونی باید ثبت بکنی اون حس عکاسی که بهت میده عالیه اکسای پورتری که ثبت میکنه فوق خفنه واقعا خفنه و اصلا شما در حالت عادی میتونی پورتره ثبت بکنی به خاطر اون سایز بزرگ سنسورش و میتونم بگم که دوربین این گوشی یکی از بهترین هاست اگر بهترین نباشه یعنی میدونی دارم میگم بهترین ها ولی واسه کسی که کسایی که میگم من طرفدار شیامی هم این جمله رو اضافه میکنم که یکی از بهترین هاست که پس فردا نیم بگم من طرف داره شیامی ولی واقعا دوربین این گوشی خفنه یه نکته دیگه ای که تو پکیج دوربینش لازمه بگم اکسای ماکرویه که میشه با این گوشی ثبت کرد خودش به صورت اختصاصی سنسور ماکرو نداره مثل آیفون 13 پرو مکس مثل S21 اولترا ولی سنسور اولترا وایدش یه حالتی داره که میتونید باش اکسای ماکرو ثبت بکنید خیلی خفن نیست تو بخش ماکرو میتونم بگم که به نسبت رقبای خودش یه مقدار ضعیف‌تره ولی بازم میتونید عکس های ماکرو های خوبی ثبت کنید به 13 پرو مکس که نمیرسه S21 اولترا و اینم رقابتشون اینجوریه یعنی S21 اولترا یه سر و گردن که میگیره از 11, 11 اولترا بهتره بریم سراغ فیلمبرداری جایی که هر سه تا لنز این گوشی قابلیت فیلمبرداری 8K داره هر سه تا لنزش از طرفی 4K هم میتونه بگیره 30 و 60 فریم ده هشتاد که هر چند تا فریم بخوای برات میگیره از سی شروع میشه تا 19 20 یعنی سوپر اسلو موشن خفن هم داره کیفیت ویدیوهایی هم که باش میگیرید واقعا کیفیت خوبیه تقریبا پایا پای و مشابه S21 که اولتراه هست. یه مقدار لرزشگیرش به نسبت S21 اولترا ضعیفتره اما به صورت پکیج میتونم بگم که فیلم که با آیفون میشه کلن توی یه لیگ دیگه است و این گوشی رو اصلا با آیفون نمیتونم مقایسه بکنم اس 22 با آیفون تو بخش فیلم مقایسه نمی کنم. ولی کیفیت وضوح شارپنس دیتیل ویدیو واقعا خوبه استابلایزر واقعا خوبه قابلیت اضافه کردن یعنی فیلم مرداری HDR رو بهتون میده که کیفیت رنگ ها جنس رنگ ها واقعا خوبه و ویدیوهای خیلی خوبی هم میتونید باش بگیرید که همینجوری هم ازش توقع میره چون این گوشی پرچم داره توی رقابت فیلمبرداری واقعا پایا پایه البته که آیفون توی این رقابت اصلا نمیاد اون توی لیگ دیگه است بریم سراغ دوربین سلفی جایی که یه سنسور 20 مگاپیکسلی سلفی می‌بینیم اجازه بده طبق رسم ما یه دونه عکس سلفی همینجا ثبت بکنیم که شما ببینید عکس های سلفی که با این گوشی ثبت می‌کنید به نسبت گوشی های پرچم داره دیگه مثل مثلا S21 اولترا چیز زیادی کم نداره شما واقعا میتونید عکس سلفی خوبی باهاش ثبت بکنید اما وقتی زوم میکنی شاید یه مقدار توی شارپنسش توی برایتنسش ایراد بتونی پیدا بکنی یعنی اینجوری نیست من تو بررسی s 21 اولترا هم که لینکش اونجا براتون میذارم اینو توضیح دادم دوربینای سلفی گوشی های پرچم دار دیگه مقدار توی داینامیک رنج مشکل دارن ولی این گوشی مثل همون s 21 اولترا تقریبا یعنی شما فرق زیادی با اون سنسور 32 او مگاپیکسلی تو این سنسور 20 مگاپیکسلی نمی‌بینی سلفی‌های خوبی هم میتونی ثبت بکنی ایرادش اینه که توی بخش فیلمبرداری سلفی نمیتونی فورکی k ثبت بکنی s 22 که اولترا قابلیت فیلمبرداری 4K داره اما نکته اینجاست شما یه نمایشگر گوگلی اینجا داری میتونی با سنسورهای اصلی سلفی بگیری و خودتو توی اون نمایشگر ببینی کافیه بری توی ستینگ این گوشی ستینگ دوربین این گوشی موقعی که دوربین رو حالت اصلیه شما نگاه کن اینجا الان امید صمدی دوربین چیزه روی چیز فوکسه شما این ریر پریویو رو ریل وی دیسپلی پریویو رو که بزنی معلومه آقا سمدی دوربین الان دیده میشه آقا سمدی میتونید ببینید شما میتونی ببینی که داری چی کار میکنی هم میتونی عکس ثبت بکنی هم میتونی ویدیو ثبت بکنی و این یعنی بهشت این تیکه دوربینه واقعا خوبه یعنی یه تیکه نمایشگر گذاشته اگر بلاگر باشی یا مثلا اینفلوئنسر باشی یا چه بدونم مثلا میخوای عکس سلفی بگیری ویدیو بگیری فوق خوش کیفیت تو فکر کن با دوربینای اصلی میتونی سلفی فیلم بگیری 8K میتونی سلفی 4K فیلم بگیری میتونی سلفی عکس بگیری میتونی سلفی واید بگیری اولترا واید بذار بذار بزنم رو اولترا واید ببین دیگه شما اینو ببین اینجا رو ببین اوف وای وای واقعا خوبه یعنی این قابلیتش واقعا خوبه این نمایشگر همین تیکه دوربین نشون دادنم فقط میداشت عالی بود حالا شما فکر کن نوتیف رو روش میتونی ببینی میتونی براش مثلا شکلک های مختلف تنظیم بکنی میتونی دسترسی به یه سری ستینگ های محدود رو اینجا داشته باشی ولی واقعا این امکانش امکان خفنیه. بریم سراغ بخش پردازنده. جایی که هستم دوراگون 888 فاجی تو این گوشی می‌بینیم آخرین پردازنده‌ای که زمان عرضه این گوشی از استم دوراگون اومده بود. سرعت پردازشی که دیگه هیچ حرفی توش نیست. بازی‌ها رو با بهترین لول گرافیکی می‌تونه اجرا بکنه. خیلی خوب تو محیط کاربری خودش خیلی روون و خوب کار میکنه لگ و باگ آنچرونی نمی‌بینید ولی گوشی داغ می‌کنه. کجاش داغ می‌کنه؟ بیشتر از پشتش صفحه نمایشش داغ می‌کنه. یعنی شما موقع بازی کردن دمای نمایش رو تو 42.3 هم حتی میبینی و باگ قضیه اینجاست که وقتی دما میره بالا شما دارید بازی میکنید چون خیلی هم روونه و دارید بازی میکنید خود سیستم گوشی میاد و برایتنس گوشی رو میاره پایین موقع بازی کردن دمای نمایشگر رفته بالا این گوشی میاد واسه اینکه دما رو بتونه کنترل بکنه روشنایی نمایشگر رو کم میکنه تو بازی کردن این ایراد وجود داره یعنی داغ میکنه توی شار شدن هم گفتم داغ میکنه توی فیلم برداری یه مقدار کمتر از بازی داغ میکنه ولی شما مثلا 8K بخوای تصویر بگیری بعد ده دقیقه قطعا گوشی این پشتش داغه اگر مثلا بیشتر از نیم ساعت تو محیط اپلیکیشن دور میش باشی این پشتش گوشی داغ میشه یعنی یکی از باگای این گوشی داغ شدنه ولی تقریبا میشه گفتش که چیز غیر معقول داغ شدگی نیست اما داغ میشه یعنی اینو بدونید که داغ میشه ما تو اس 21 اولترا هم داغ شدن رو داشتیم تو نوت 20 Ultra هم داغ شدن رو داشتیم و ولی صفحه نمایش این گوشی دیگه موقع بازی کردن زیاد داغ میکنه نکته ای که وجود داره این گوشی با رم 8 و 12 وجود داره 256 و 512 هست اگه نظر منو میخوای تو جنگل آسفال قانونو میدم به اختلاف ترجیح اگه نظر منو میخوای رم 12 اش که تو بازار ایران هست نسخه 512 اش هم بگیرید شما که دارید هزینه میکنید توی یه گوشی پرچم چرا چون موقعی که گوشی میاد دستتون یه حجم زیادیش که واسه خود سیستم او اس گرفته میشه یه بخش زیادیش واسه سیو کردن عکس و فیلمیه که باش رکورد میکنید و بازی مازی هم که شما رو به وجد میاره که این گوشی باش بازی بکنید هی hey, بریزید 256 حس میکنم کم میاد براتون مگر اینکه خیلی عکس و فیلم نگیرید که اگر خیلی عکس و فیلم نمیگیرید این گوشی پرچم رو هرچی میخواد بگیرید کاری نداریم ولی نسخه 12 گیگرم 512 اینجا بود که واقعا حس کار کردن با این گوشی از نظر سرعت و سخت افزار فوق الخفن بریم سراغ نرم افزار رابط کاربری که اندروید 11 فعلا روشه با می یو آی 12.5 که اینجا یا ویدیو برای میوای دوازدهمی و قابلیتاش که داره ساختم میتونید کامل ببینید رابط کاربری خوب قابلیت های شخصی سازی پرچمدار خوب شما میتونی هر بلایی که میخوای سر این نمایشگره بیاری تکست مورد علاقت رو بنویسی رنگش رو عوض بکنی آلویزان آن های مختلف رو چک بکنی انیمیشن باز و بسته شدن این فینگر پرینتش رو عوض بکنی فوق قابلیت های شخصی سازی زیاد که قبلا ویدیو براش ساختم میتونید ببینید بریم سراغ بخش خفن و جذاب هارمن کاردون اسپیکری که هارمن کاردون شما میدونی دیگه اسپیکر میسازه کلا کارش اینه الان اومده تیکه صدای این گوشی رو گرفته دست سامسونگ AKG ای این گوشی هارمن کاردون آیفون هم که بازی خودشه من فکر نمی کردم اسپیکری پیدا بکنم که از, از 13 پرو مکس صدا و کیفیت بهتری داشته باشه ولی برو بریم واسه پخش موزیک همیشگی این نصف صدا دوال اسپیکر که در حقیقت سوال اسپیکره یعنی هم صدا از اون اسپیکر مکالمه میاد هم از این سولاخ های بالا بریم واسه تای صدا موافقی؟ فوق خوش صدا بلندی صدای وحشتناک خوب از اون طرف فوق خوش کیفیت یه صدای دالبی تور بهت میده اصلا واقعا کیفیت صداش خفنه یکی از بهترین اسپیکرهای گوشی که میشه اشاره کرد همین گوشیه یعنی اگر نگم باز بهترین اینم از این تقریبا در مورد همه چیزش صحبت کردیم میرسیم به جنبندی قبلش میخوام از مجموعه آرات سیستم تشکر بکنم که این گوشی خاص رو برای بررسی در اختیار من قرار داد میازده اولترا خیلی وارد بازار ایران زیاد نشد اونجوری که جا بیفته ولی میتونید از مجموعه آرات سیستم با قیمت مناسب تهیه بکنید اگر خواستید لینکش توی کپشن و دیسکریپشن هست بریم سراغ جنبندی جایی که این گوشی گوشیه که شاید هر کسی سمتش نره به چند علت یک طراحیش که اصلا این پکیج دوربینش یه مقدار ازیته دو قیمتش که شاید یه ذهنیتی وجود داره که شیامی چرا با 38 میلیون تومان قیمتش باشه و سه نداره دیگه اگه بخوام نظر خودم بگم تو بخش طراحی واقعا خوبه واقعا خوبه درسته که یه گندگی خیلی عجیب غریبی واسه بخش دوربینش هست ولی این پکیج واقعا کاربردیه یعنی هم کیفیت تصاویری که ثبت میکنه با دوربیناش همین نمایشگره واقعا حس خوبی داره خیلی از گوشی ها میان یعنی این یه تیکه رو بهت میدن یعنی تیکه دوربین رو بهت میدن اینجا خالیه شیامی دمشکرم گفته آقا اینجا خالیه بذار این نمایشگرم بذاریم که هم تکون لقی رو بگیریم همین که کاربورد داشته باشه و به نظر من تراحیش واقعا خوبه متریال و کیفیت ساختش که عالیه گوشی خیلی بد دستی هم نیست من قطعا اگر انتخاب خودم باشه این گوشی رو به 13 پرو مکس ترجیح میدم چون دیگه انقدر خشک و تخت و سنگینه اذیته یعنی این از اون گوشی قطعا بهتره ولی نسبت به s 22 Ultra یه مقدار اذیت طراحیش تراحیش تو بخش صفحه نمایش که S21 Ultra رو هم حتی میذاره تو جیبش واقعا نمایشگر خوشکیفیتی داره تو بخش باتری برای یه گوشی پرچمدار عملکرد خوبی داره نمیشه گفت واو تو بخش دوربین واقعا اکس خوبی میتونید باش ثبت بکنید واقعا ویدیوهای خوبی هم میتونید باش ثبت بکنید نمونه تصاویر و ویدیوهاشو بچه ها براتون میذارن ببینید خیلی خوبه از اون طرف تو بخش سخت افزار اگر اون میزان داغ شدنش رو بذاریم کنار که تا یه حد زیادیش طبیعیه تو بخش سخت افزار هم خفنه اما جنبندی اصلی رو اینجوری میتونم بکنم یه گوشی شیامیه که اگر میخواید گوشی پرچم دار بخرید به نظر من این گوشی ارزش خریدش یه مقدار از سامسونگه از نظر مشخصات بیشتره چون که توی تمام بخشا عدد و رقمای بهتری داره و پرفورمنس بهتری هم داره اما برند پشت قضیه سامسونگ روی گوشی های پرچمدار خودش رو ثابت کرده یعنی سامسونگ واسه گوشی های پرچمدارش کم نمیذاره و یه مقدار باید از سامسونگ بدتون بیاد و راحت بخواید برید سمت شیامی و خرید این گوشی چون که میگم اون ذهنیت هستش که شیامی و مگه انقدر هزینه میکنن اما مثل خیلی از دفعات دیگه ای که شیامی اومده و خودش رو ثابت کرده به نظرم این گوشی هم یکی از بهترین گوشی های سال 2021 که ارزش خرید خوبی داره اما تو بازار ایران با قیمت مثلا 38.9 میلیون 37 میلیون شاید سخت باشه که شما بخواید هزینه بکنید یعنی کلا یه مقدار مخصوصا الان که کلا هزینه کردن داستان اگه مشکل بودجه ندارید این گوشی ارزش خرید بالایی داره ولی اگر مثلا دیگه نیاز به چیز خفن ندارید 8 میلیون تومان اصلا واسه گوشی دادن خیلی هم منطقی نیست با اینکه خیلی هم حالا کاری به وضعیت اقتصادی و این داستانا نداریم اما گوشی گوشی فوق خوبیه تو تو توی, تمام بخشا سعی کردم که نظرات خودم رو بگم تجربیات کار کردنم رو بگم به نظرم که گوشی با ارزش خرید خوبیه اگه بخوام جنبندی بکنم نه یه ویدیو میسازم جنبندی گوشی های 2021 بیس هر بخش یه گوشی رو منتخب میکنم و در آخر بهترین گوشی سال رو معرفی میکنم از نظر خودم و موبونیوز حالا منتظر اون ویدیو باشید ولی شما تو کامنت ها بنویسید که اگر شما باشید میازه اولترا رو ترجیح میدید یا اس 21 اولترا یا وای میسید S22 اولترا بیاد یا اصلا کلا میرید سراغ آیفون اگه بخواید 40 50 تومن هزینه گوشی بکنید اینم از این از یک تا ده هم به این گوشی توی کامنت های امتیازی بدید امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشین لایک و کامنت و فالو و سابسکرایب کانال یوتیوب فراموش نشه که واسه دلگرمیه من هر چی دارم از حمایت تک تک شماست مرسی از همراهیتون مرسی که این ویدیو طولانی رو تا این آخر دیدید خیلی مخلصم یه کاری کرده بودن. رو دوربینش وای میسته بدن تو شاره حالا به کلل با آتیش رکه رکه پرچم موبا بکس بالا شاب دل زین تا خود لاس وگاس لاد بمیری زامورایی دایی للا دا, ای دا و خواسترین گوشه های انرویدی سال 2021